بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام احترام آرزو دارم جور و صدمن باشین شاگرده از نازنینم بیستوم اقرب چارده سدک اجری شمسی از درس های را تماشا میکنین جولوجی سنف دوم به درس چهارم مادن زغال سنگ در مورد مادنی که در کشور ما صحبت میکردیم یکی از این مادنی که ما و شما داریم و یک منبی خوب اقتصادی برای ما مادن زغال سنگ است در افغانستان تا کنون حدود 20 معدن زغال سنگ تثبیت گرده که از آن جمله ده معدن آن در اهمیت صنعتی می باشد یعنی معدنی که بزرگ باشه مواد مادن کوچک باز به نمی خورد چون زیاد مصرف داره مادن زغال سنگ افغانستان در شمال کشور معدن زغال سنگ کرکر -کر، دودکش در ایسوف واشپشته و در غرب معدن سبزک ایراد مورد بهره برداری و استخراج قرار دارد این از 4 ای 5 معدن استخراج صورت گرفت علاوه بر معدن فلزات و مواد سوخت معدن غیر فلزات نیز دارای اهمیت فراوان می باشد معدن لاجورد بدخشان زمرد پنشیر عقیق اوکوار مایند یا جگدلک و غیره در این کشور بسیار مشهورند معدن مرمر و راگونیت فلورید، سلفر، سلفر سلفر خالص باری تال گرافیت ابرک و غیره نیز در سطح و این کشور وجود دارد خب در مورد مادن زغال سنگ دیگه زیاد گپ نزد سوال میتونه کنکور به حدود چند معدن داریم 20 تا چند تاش سنتی است دتش اهمیت صنعتی داره آیا دیگه مواد هم از در کشور ما بلی موادن دیگر هم که غیر فلز هستن داریم این ای سوال های کنکور و بسیار ساده و شما لایقا نام خدا نمرای بلند تپ کامیاب میشین زیاد دوستا پیام ماندن که از اینمی در سایج کورس نرفتن در تپ کامیاب شدن و ما باور دارم به خاطر که فایده از در سایس که از زیای وقت جلوگیری میکنه مسیر رفت و آمد تا فایده میکنی از فیس پیش میشی درس ها بار بار شنیده میتونی و یک دست کل در یک نفر بر آماده ساخته ان شاءالله با روش کار ما آشنا دیگه بسیار خوب استفاده میشه معلم داره به خیر کامیاب میشین و اگر زنده بودم بسیار در سال برتون آماده میکنم نکات عمده فصل انواع مختلف مواد مفید فلزی و غیر فلزی مواد محترقه مواد ساختمانی سنگ های گران به ها و قیمتی آب های گرم مدنی در سطح و اماق طبقات زمین کشور ما یافت می شود خلاص چی در کشور مایت میشه با کل چیزی یافت میشه خلاص مادن نفت و گاز در جنای شمالی سلسله کوه تیربند ترکستان در شمال کشور واقع است قبلا گفتیم دیگه نیاز به باز توجه ندارم مادن زغال سنگ در جنای شمال و اندوکش و امتداد پاراپامیر موقعیت دارد. در کشور ما افغانستان معادن و زوار معدنی مواد مفید فلزی چون آهن منگنیز کروم مس سرب جست المونیم مولبدیه ولفارم قلهی بسموت ارسنیک سرما و سیماب موجود می باشد که اینا سر کل تقریبا در کیمیا خواندیم رسوم کلاس معدن بزرگ آهن که در آسیای جنوب شرقی کم نظیر است معدن آهن آجیگک است که در ولایت بامیان موقعیت دارد معدن کرومی افغانستان به سمت جنوب شهر کابل در ناحیه معدنی کابل در مربوطات ولایت لوگر موقعیت دارد نقره خالص در معدن پولی میتالی افغانستان به خصوص در معادن قلعه اسد و فرنجل قربان دیده شده است از جمله معادن نفت و گاز معادن جنگل کلان جمعه جرقداق یتیم تاق خواجه گوگردک انگوت زمردسای و بازار کمی تثبیت گریده است که تعداد از آنها مورد بهره برداری قرار گرفت در افغانستان تا حدود 20 مدن زغال سنگ تزبیه شده که از جمله 10 مدن داره اهمیت صنعتی می باشد مادن کرکر، دودکش، دری صوف، اشبشتا و سبزک از مشروطنی مادن زغال سنگ افغانستان است. مادن سنگ های قیمتی و تزینی چون لاجورد زمرد عقیق یا از شهرت زیاد برخوردار است مادن مرمر و راگونیت، فلوریت، سلفر خالص، باریت، تال، گرافیت، تبرک و غیره نیز در افغانستان وجود دارد. خلاصا نام خدا کشور است غنی همه چیز داره فقط اندیشه و تعهد مغزی خوب و قلب متحد باشه و تن ساخته میشه همین دو انصار لطفا تقویه کنیم مغز قلب مغز قلب اینجا مغز هم نگاه کردیم قلب هم به خاطر نگاه کردیم خب در لکچر بدی بازی اینجا مغز و قلب میمونم که در ذهن شما حق شود سوالات فصل است سوالات فصل خود شما دیگه حل میکنین تشریح و چار جواب را کسی که درس بخونه در عل سوالات مشکل نمیداشته باشه یک گفه مذرت ما را میپذیرین که ما مثل درس مکتب شما پیش رفته به خاطر که ما محدودیت های زمانی و امکانات محدودیت داریم به او خاطر یک پیش میریم ادقل یک رهنمایی بر شما بر دست چون زیاد دوستا پرسان مضمون جولجی را میکرد گفتیم که بخش دوم کتاب رسیدیم سنگ ها در جاهایی که زندگی می ممکن پارچه های خرد و بزرگ از سنگ ها را به رنگ های مختلف مشاهده نمایید مانند تصاویر از این صفحه که اینجا بر عکس سنگ ها را با دیدن این تصاویر سوال های مختلف در ذهن تان خطور می کنه این سنگ ها چگونه به وجود آمده ترکیبی این سنگ ها چگونه است چرا یک سنگ از دیگر تفاوت دارد چگونه می سنگ ها را تشخیص داد با مطالعه این فصل می توانید را به دست آورید خب تا اینجا سوال کنکور چیزی مدرن نمیشه قشر جامد زمین از سنگ هایی که در شرایط و زمان های مختلف جیولوژیکی با وجود آمده و ترکیب از منرال های فلزی و غیر فلزی می باشد تشکیل شده سنگ ها می سوال بر یک وقت پیدا نه در زمان های مختلف جیولوجیکی. آیا فلز است نه مواد فلزی و غیر فلزی است سنگ را چنین تعریف می کنیم. تعریف سنگ سنگ ها مواد طبیعی هستند که از یک و یا چند منرال تشکیل شده است سنگ مواد مصنوعی یا طبیعی طبیعی از یک منرال یا چند منرال ساخته شده طوری که میدانیم قسمت های مختلف قشر زمین از سنگ های مختلف تشکیل گرفته است کل سنگ ها یک رقم نیست سنگ های مختلف دانشمندان سنگ دانشمندان سنگ شناسی این سنگ ها را که هر یک از آن دارای منشی پیدایش جداگانه می باشد به سه دسته اساسی تقسیم کرده کل سنگ ها را به چند دسته اساسی سه دسته اساسی یک سنگ های ناریه یا مگماتیکی که در نتیجه سرد شدن مذابه های مگماتیکی در داخل قشر زمین و سطح زمین سطح زمین کاتش فشانی باشد با وجود آمده سعی شد سنگ ها را به چند گروپ تقسیم میکنن و سی گروپ و سی گروپ بزرگ یک سنگ های ناریه سنگ های ناریه خاکی از سرد شدن مذابه ها به وجود دو سنگ های رسوبی که در نتیجه تخریب و فرسایش سنگ های قبلا تشکیل شده ناریه متحوله و راسبه کلش که مثلا روسو تخریب میشن و رسوب میکنن یک سنگ جدید با وجود میاره از نامشان پیداست دیگه اون رسوبی رسوب کردن است سوم سنگ های متحوله است که در نتیجه عوامل مختلف فیزیکی، کیمیاوی و جیولوژیکی از دیگرگونی تغییر و تحول سنگ های مگنتیکی و رسوبی با وجود آمده متحوله از نامش پیداست از تحول دو سنگ دیگه از تحول سنگ مگماتیکی و رسوبی که تغییر کردن این سنگ با وجود آورده خلاصه این سینه و سنگ ما شما شناختیم خوب دوستای نازنین ما شاگردای گرامی شاگردای دوست داشتنی شاگردای عزیز فصل اول در مورد سنگ ها با بانیم به درس بعدی فقط از فرصتی کسی یک نصیحت برتان کنم ببینین نازنین ما و شما منعیس افغان منعیس انسان منعیس مسلمان باید زندگی خوب کنیم برای زندگی خوب انسان با امکانات نیاز داره که خوشبختانه کشور ما کل ماده داره دوم به دانش اخلاق تعهد و به این این سر ما هم کمکتان میکنم دیگرای هم که امکانات دارن دست به دست هم میدیم دست به زمین رفر هم میدیم ولی وطن باید بسازیم شاگرد نازنین رای حل فرار نیست رای حل گدایی به ها نیست رای حل غلام بیگانه شدن نیست رای حل شهامت است رای حل درس خواندن است رای حل وفادار ماندن به وطن است وطن ما مادر ماست و بیاییم برش کار کنیم یک جان سپاس دوستتان دارم خدا یاری آورتان